قریب هوشی بالا ولی خرد کم. میگن الاغ اگر از یه راهی بره پاش تو چاله بره دیگه از اون راه نمیتونی ببریش. فکر میکنید این برای چیه؟ یه سگی رو سه دفعه با سنگ بزنید، دفعه چهارم دولا که بشی سنگ و برداری سگه فرار میکنه. شما اگه یه دسته کبوتر ببینید دولاشید سنگ بردارید، کبوترها در نمیرن. اما یه دسته کلاغ که ببینید به محض که دولا بشی زمین، چه سنگ برداری چه برنداری، همشون فرار میکنن. به این چی میگی؟ غریزیه؟ چرا کبوتره نداره؟ چرا گنجشکه نداره؟ شما اگه بری ونیز یا بری ترافالگار لندن، انقدر کبوتر میاد رو سر دستت میشینه وحشت میکنی، یه دونه کلاغ توش نیست. کبوتر غریزی عادت کرده اینجا دونه بخوره، میاد مثل کبوترهایی که تو صحن امام رضا هست، تو صحن موسی بن جعفر بود، مردم دونه میارن نظر میکنن میدن اینا میخورن، بعد روز به روز هم این کبوترها زیاد میشن. آیا شما کلاغ هم اونجا میبینید؟ من اعتقاد دارم کلاغ خردش از این ولایتی زیادتره که مشاور امور خارجه علی شیرهیه. خرد و خیلی گشتم در انگلیسی لغت معادلش پیدا کنم، پیدا نکردم. حتما هست، انگلیسی من اونقدر نیست که برم بگردم پیدا بکنم. یک، شما دوتا بچه 5 ساله بهشون میگی یک کاری رو بکنن، یکشون بلا فاصله اوتوماتیکمان میره اون کار رو میکنه، یکشون یه خونه نگاه میکنه. میری توی یه خونه یه بچه هست، اونجا میخوان تو رو معرفی کنن، بچه ازت نترسه. میدونین بچه ها غریبی میکنن. بچه با یک دید دیگه ای نگاه میکنه، یه بچه دیگه آنی میاد تو بغلت. خرد مثل هوش میمونه. یه بچه با هوش متولد میشه، یه بچه بی هوش متولد میشه. یه بچه کم هوش متولد میشه. همون ضریب IQ که اینا بهش میگن. و خود شما مثل زدی، دیگه احتیاج نداشت از من بپرسی. خرد اینه که محال رو باور نمی کنه. حافظ وقتی خردمند میشه میگه معذورم ار محال تو باور نمی کنم. اگر اومدن به شما گفتن که یه نفر دیدین سر ساختمونا رو هوا داره را میره، دو سه نفر میگن ای کجا بود؟ بریم پیرهناشو پاره کنیم، معجزه شده. یه نفر میگه مگه میشه؟ قدم اولی که برداره با مغز میاد زمین. این تفاوت داشتن و نداشتن خرده. آیا هر انسانی خرد خاص خود را دارد یا خرد قائم به ذات و مستقل است؟ اینو جوابش بهتون دادم. و هر انسانی با توجه به تلاش و میزان رشد عقلانیش به درجه ای از خرد میرسد. اگر به دنبال خرد ورزی بری به خرد میرسی، اما اگر بترسی، چون خرد پرده را از جلو چشمت بر میداره در هر موردی. خرد دشمن تعصبه. شما اگر خرد داشته باشی
برادرت، پسرت، پدرت، مادرت کار بدی بکنه راحت میگی، نمیگی که چون پدر من این کار کرده پس این کار درسته. نه، اون وقت میگی و وقتی گفتی اون وقت خرد ورز میشی. خرد اولین کاری که میکنه تعصب و کور میکنه. آدمایی که تعصب دارن اونجاییست که تعصبشون زیر خردشون پامال شده. ممکنه سواد داشته باشن، ممکنه دانش داشته باشن، ولی خرد امکان نداره اجازه بده تعصب بیاد تو. هر وقتم اومد تو، اولین کاری که میکنه خرد از بین میبره. تا چه جور دوباره بتونی به خودت مسلط بشی، برگردی به خرد. شاید من بلد نیستم تعریف بکنم خرد رو، شاید خرد رو تجربی پیدا کردم. شاید ببینید، دو نفر وارد یه خونه میشن، میان بیرون، یه کسی نشونی کوچکترین چیزایی که تو اون خونه بوده میده. از اون یکی میپرسن آقا قاب سر بخاری دیدی؟ میگه من یه بخاری داشتم. ببینید تفاوت آدم ها چجوریه. نه اون سعی میکنه این کارو بکنه، نه این سعی میکنه این کارو نکنه. پس غریزیه. شما خودتون هم اگه تو زندگیتون تجربه بکنید، آدم های اینجوری میبینید. من وقتی درس دینی میخوندم همشاگردی زیاد داشتم. من تنها آدمی تو اینا بودم که سوال میکردم، چون برام سوال پیش اومده بود و خودم به جوابش نمیرسیدم و میترسیدم. اینی که یه وقتایی میگم که فشار نیارید روی مردم که حرفهای شما را حتما قبول بکند، زمان میخواد. این یه جوری پله 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 شما این نوردمون رو باید بری بالا تا برسی به اون جایی که دیگه احتیاج نداشته باشی کسی بهت بگه. اون وقت خودت میشی استاد خودت.